پند حافظ بشنو خواجه برو نیکی کن، پند حافظ بشنو خواجه برو نیکی کن، که من این پند به از در رو گوهر میبینم، که من این پند به از در رو گوهر میبینم. با سلام و عرض ادب در پیشگاه ملت ایران و هموطنان عزیز و ارجمند در هر جای دنیا که هستین، برنامه پزشکی رو برای 50 دقیقه در خدمت شما هستم و به سوالات شما در مورد حرفه من که جراحی های زیبایی است جواب میدم. امروز چند دقیقه میخوام یه هموطن بسیار خوب و نازنینی رو که احتیاج به معرفی ندارن ولی غرور آفرین هستن، سرفراز هستن و همه ما ایرانی ها بهش خیلی خیلی افتخار میکنیم، بهتون معرفی بکنم یا یه کار خوب خود ایشون رو به شما نشون بدم. و این کسی نیست جز آقای دکتر یا پروفسور فیروز نادری که اهل شیراز هستن، ایرانی هستن، رئیس پروژه ناسا هستن و ایشون کسی هستن که ناسا، سازمان فضانوردی آمریکا، که برای چند سال میخواستن یه سفینه رو به کره مریخ بفرستن نتونستن و از آقای دکتر نادری خواهش کردن که ریاست این پروژه رو به عهده بگیرن و ایشون تونستن با موفقیت این سفینه رو وارد فضا بکنن و در کره مریخ به زمین بنشونن. حالا من چرا ایشون رو میخوام اینجا یادآوری بکنم، اون اینی که یک مهمانی بوده در واشنگتن برای کمک به بچه های سرطانی، برای بچه های سرطانی که در ایران هستن و امکان درمان واسه اونها به علتی در ایران نیست. این سازمان خیریه در واشنگتن از ایرانیان سرشناس و مهربون میخواند که کمک بکنن و بودجه ای تعیین میکنن و کمک میکنن که این بچه های سرطانی میان آمریکا و درمان میشن. مهمانی بوده در اونجا و آقای دکتر نادری میان صحبت میکنن و من چون ایشون به انگلیسی صحبت میکنن، من فقط یه خلاصه ای از صحبت های ایشون رو به بهترین فرمی که خودم بلدم، نه به اون زیبایی که ایشون گفتن، خدمت شما میگم. دکتر نادری میگن که ایشون معرفی میکنن خانم رودی بختیار، میگن که از تمام خوبی های ایشون و پیشرفت هایی که تحت نظری ایشون جامعه علمی دنیا پیدا کرده صحبت میکنن، بعد ایشون میان پشت تریبون و میگن که دانستن اطلاعات فراوان در مورد فضا بسیار برای ما زمینیان مهمه و بعد ادامه میدن، میگن که من در جوار این کارم با یک انجمن خیریه‌ای که در لس آنجلس هست همکاری میکنم و این انجمن خیریه در لس آنجلس کاری اینه که بچه های با استعداد ایرانی رو که در ایران هستن یک کمک مالی میکنن که اینا بتونن برن مدرسه و درس بخونن و اگه این کمک مالی به اونا نرسه اونا نمیتونن درس بخونن. به ایشون ادامه میدن در صحبتشون که من یکی از این بچه ها رو به کفالت خودم گرفتم، اسمش محمده و میگه که محمد برای من نوشته که من شما رو رول مدل خودم میدونم، یعنی شما رو اون فرد ایدئال زندگی خودم میدونم، منم میخوام مثل شما بشم. و دکتر نادری گریش میگیره، خودتون خواهید دید، که میگه که من درسته که خیلی موفقیت آمیز بود، بالاخره افتخاریه یه ایرانی یا یه انسان بتونه همچین کار مهمی رو در جامعه آمریکا بتونه این کار انجام بده، درسته که این موفقیت بزرگیه واسه من، ولی من اگر بتونم یه فردی رو در ایران یا هر جای دنیا کاری بکنم که اون فرد یه ذره بهتر بشه، یه انسان بهتری بشه، من اون کار رو همتراز این موفقیت خودم میدونم و حتی بهتر میدونم، به اون افتخار بیشتری میکنم که زندگی من باعث شده که یک نفر در این دنیا یک کمی بهتر بشه و
سعی بکنی که انسانی بهتری بشه. حالا این قطعه رو پرهام عزیز میذارن، با هم تماشا میکنیم و بعد برمیگردیم. You know, are we alone? This is not a question that could be answered with one rover or two rovers or one sample return. I think we really need to pause and soak in, you know, the magnitude of the question that is being asked. If we should be lucky enough to shed light on this issue in the next 50 to 100 years, that's how people would remember it. The question is so staggering, you know, in and it's so profound that I think will define us as a civilization a millennia from now. So I think that's the context we ought to take a look at this. Light nav. Go nav. The Doppler signature indicates true stage separation has occurred. Copy that. 5, 4, 3, 2, 1, mark. The vehicle has now hit the top of the Martian atmosphere. The velocity will continue to increase for the next minute. We are now moving at a speed of 12,192 miles per hour. Downrange distance to landing site is 437 miles. Expected parachute deploy in 5 seconds. 4, 3, 2, 1, mark. Current altitude should be approximately 25,000 feet. We are awaiting confirmation the parachute has deployed. We see a parachute. Parachute was detected. Current altitude 8,000 feet. Moving at a speed of 173 miles per hour, we are near our terminal velocity. Lander separation event has been detected. The radar is in lock and we have a good solution on the ground. Expected retro rocket ignition on my mark. Mark. Waiting confirmation from the spacecraft that retro rocket ignition has occurred. At this point in time, we should be on the ground. Now 6 minutes 37 seconds from atmospheric entry, still awaiting signal that we are on the ground. No signal at the moment. Deep Space Network tracking stations in Canberra and Goldstone are still searching for the primary signal. Stand by. What do we see? Rover indicates that the rover has landed base pedal down, which means right side up. Oh my God. Look. Oh, yes. Look at that. Yeah. 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 I still get goosebumps. Ladies and gentlemen, please help me welcome someone I have grown to call a very good friend, our hero, Dr. Firuz Nadiri. Your Majesty, Shahbanu, Prince Reza, Princess Yasemin, dear friends, and dear Rudy, thank you very much. You honor me tonight, but truly the honor is all yours for making such a difference in the life of so many. As the piece said, I have spent the past 10 years, been fortunate enough to work with the NASA colleagues to look for life outside of the Earth. But it is lights like this which I understand, as noble as that pursuit is, it's even more noble to cultivate, to tend, to nurture the life on this planet. I want to tell you, if you indulge me for 1 minute, tell you a short story, should take a minute. I know a lady, a dear friend in Los Angeles, who wouldn't want me to mention her name. Been battling cancer for the past 10 years, but rather than wallowing in self-pity, she decided that she wanted to help underprivileged people in south of Tehran. These are people in middle school who have a spectacular
academic record, but cannot go to school because their parents cannot afford to send them to school. In some cases, they cannot afford to feed them. So gradually, she recruited some of us to sponsor a child. And now she has 200 kids. I have one, 12 years old. His name is Muhammad. So a couple of Nowruz ago, when my friend was going to Iran, I thought I would give something a little extra, you know, so that she can have, he can have a new article of clothing, you know, for Nowruz. And then he sent me a picture clutching a black shiny shoes, pair of shoes to his chest as though it was more dear than life, you know, to him. Sent me a note saying how he thinks that I am his role model. And thank me for my generosity. Now, what he doesn't know is that I pray to God that I'm worthy of being his role model. So, thank you for all that you do. I don't know whether Muhammad will grow one day clutching the Nobel Prize rather than the pair of shoes that I help him buy. But whether it is the Nobel Prize or he just grows to be a decent human being, I think that's more important to me than anything I do for NASA. Thank you very much. دکتر نادری میگه که من اون کفشی که واسه اون بچه فرستادم نمیدونم بهش کمک میکنه که یک دانشمندی بشه، یه خاطری خوبی درش به وجود بیاد، ولی اگه این کمک کوچیک من بتونه به این بچه کمک بکنه که یک انسان بهتری بشه، من وظیفه خودم رو انجام دادم و خیلی هم از این بیشتر لذت میبرم تا اینکه تونستم یک سفینه ای رو وارد فضا بکنم. و دقیقا همین حرفی است که حافظ شیرازی به ما داره میگه. میگه پند حافظ بشن و خواجه برو نیکی کن، که من این پند به از در رو گوهر میبینم. حالا دلیلی که من این صحبت رو کردم، خیلی از خودشون سوال میکنن که خیلی خوب ما که نیکی بکنیم خب چی به ما میرسه. این مسئله اینی که این خود به خود با آدم میرسه. شما وقتی به یکی نیکی میکنین، همون لحظه چند برابر نیکی به شما شده. من همین روز صبح که میامدم و با همسرم صحبت کردم که چطوری که من امروز این برنامه آقای دکتر نادری رو نشون بدم، برای اینکه از خودم سوال میکردم برم تلویزیون خب چی چیزی صحبت بکنم، از خودم صحبت بکنم، بگم که من دکترم، من جراح هستم و بیشتر به نفع خودم صحبت بکنم، دیدم واقعا منو نمیکشونه، اصلا اون انرژی رو ندارم. ولی وقتی همسرم به من گفت که آره خوبه و نگاه کرد و موافقت کرد، من یک باری مثل این که مثل یک پرندهی که پرهاش بسته باشن، پرام باز شده. همون لحظه یک انرژی بسیار خوب در من به وجود اومد و من حس کردم قلبم داره آرومتر میزنه. و بعد به خودم گفتم اون حرفی که سعدی گفته، تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. واقعا وقتی که ما نیکی میکنیم، مخصوصا این نیکی رو به یه صورتی انجام میدیم که اون فردی که بهش نیکی میشه اصلا نمیدونه کی بهش نیکی کرده،
در همون لحظه بیابان وجودش ایزد یا این نیروی هستی در همون لحظه در بیابان وجودش این نیکی رو بهش بر میگردن. اینطوری نیست که ما امروز یه نیکی بکنیم بگیم که حالا ممکنه دو سال دیگه به ما یکی نیکی بکنه، نه، در همون لحظه اون نیکی جوابش به شما داده میشه و این برای سلامتی انسان، برای شادکامی انسان، برای طول عمر، برای زیبایی انسان خیلی خیلی خوب کار میکنه. شما آزمایش بکنین ببینین که همون لحظه چقدر بهتون کمک میکنه. اگه واقعا نیت بکنین، یه وقتی میخواید یه عمل جراحی انجام بدین، یه وقتی یک عزیزتون فوت کرده، یه وقتی یه کاری میخواید انجام بدین، مشکلی دارین، یه نیت بکنین، بگین که من نیت میکنم که با شاد کردن دل این بچه ها که از نظر من اینها هم مثل همون امامزادهایی هستن که ملت ایران بالاخره به یه صورتی به اونها باور داره، ولی واقعا از نظر فردی خودم امامزاده های ملت ایران همین بچه های کوچیک هستن که ما میتونیم برای اونا نیت بکنیم و اونها اون لبیک میگن، به ما جواب میدن و انرژی های خوب اونها باعث این میشه که نابسامانی های روانی ما درمان پیدا بکنه، خیلی از ناراحتی های فیزیکی ما درمان پیدا بکنه، خیلی از مسائل مشکلات خانوادگی ما درمان پیدا بکنه. و من با اینکه میدونم این نامه من ممکنه تأثیر زیادی نداشته باشه، ولی با خودم فکر میکنم اگه این نامه‌ای که میخونم و چند تا عکسی که نشون میدم اگه پیامدی اینه داشته باشه که حداقل 50 نفر از بین 100 نفر نامه‌ای که به اونا به دوستانم دارم میدم و واسه شما میخونم و بیننده های عزیزی که در سرتاسر ایران اینو دارن تماشا میکنن، اگه 50 نفر از ماها بتونیم یه کمک کوچولویی به بچه های ایران بکنیم، من به خودم میگم که من وظیفه انسانی خودم رو امروز در حدی که توان من بوده انجام دادم. و اون نامه به این صورتی که با یه شعر مولانا شروع میشه، میگه آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی بتوان چشید. بعد خلاصه این نامه اینی که من به واسه دوستانم این نامه رو دارم میدم، میگم که در عرض 4 سال گذشته یه سازمان خیریه در ایران به وجود اومده به نام سازمان عشق برای بچه‌های دنیا یا عشق برای بچه‌ها، و این سازمان تا امروز تونسته به 43,000 نفر بچه‌های ایرانی هدیه بده و این هدیه به صورت آبروماندانه‌ای به اونا داده شده و به صورت اینی که اینا بچه‌های خوبی هستن، نه به صورت نذر، نه به صورت صدقه، بلکه به صورت هدیه به بچه‌ها در سرتاسر ایران داده شده. و پروژه آینده اینی که در مهر ماه امسال بتونیم به 20,000 بچه‌های ایرانی کیف بدیم و تا امروز بودجه 10,000 کیف در تهران هست. همین روزها دارن معامله میکنن که 10,000 کیف با تمام وسایل واسه بچه‌ها بخرن. خلاصه من در این نامه نوشتم که ما اگه دوستان من به شما که میشنوین اگه بتونین یک کیف به این بچه ها بدین، برین تهران آزمایشگاه فارابی، آدرسش هم حالا خدمت شما عرض میکنم، یک کیف بدین، یا اینکه وقت ندارید در حدود 5,000 تومان تا 7,000 تومان که یک کیف پشتی با تمام وسایل تحصیلی هست، یا در آمریکا $5 تا $7 بیشتر نیست، اگه اونجا بدین این باعث میشه که در دل این بچه ها شادی و آرزومندی و عشق کاشته بشه و چه بسا خیلی از این بچه ها این نطفه‌ای که در دل اونها کاشته میشه در تبدیل به یک درخت تنومندی میشن که بارور میشن و به سامان بخشی جامعه ایران و به سامان بخشی جامعه دنیا مثل آقای نادری کمک میکنن. بعد من اینجا از دوستانم خواهش کردم که اگه میخوان به این پروژه کمک بکنن، اولا بدونن که اگه در خارج از ایران هستن اگه کمک هایی میکنن، اگه با این کار موافق هستن، این فعلا شامل معافیت مالیاتی نمیشه، خرج هر کیف در حدود $5 تا $7 هست. و من از اونها دوستانم تمنا کردم که از فرستادن پول یا چک به آدرس من خودداری بکنن، ولی به اونها پیشنهاد کردم که اگر دوستانی دارن در تهران با آزمایشگاه فارابی و با خانم امیری که حالا شمارش رو میدم
اونجا تماس بگیرن، اونها به اونا کمک خواهند کرد که این کار به کمک همدیگر انجام بشه. و بعد اگر در ایران کسی رو ندارین و واقعا دلتون میخواد کمک بکنید و به من 1000% اطمینان دارین، میتونین به صورت چک و اون چک هم به اسم Love for the Children به آدرس من بفرستین که من اون پولو بدم به مسئولان امن. حالا چند تا نامه‌ای که در سال قبل برای من داده شده، یعنی برای من که نه، هزارها از این چیزا داریم. این نشون میده که پارسال 10700 تا جفت کف، 700 تا کیف از کیف چرمینه که 10700 کیف بوده و سر تا سر ایران پخش شده. به این کیف تمام این وسایل واسه یک سال، مداد، پاکن و کاغذ، اینا هست. به این کیف هاست که در یک خونه در تهران جمع شده و بچه هاییست که در ایران، در سرتاسر ایران دریافت کردن. به این شهرهاییست که دریافت کردن: تهران، کاریزک، زاهدان، بندر عباس، کاهشان، لاهیجان، بم، اردبیل، رشت، ساری، شهر کرد، بوکان، جمعیت کودکان کار، کشه، کلات مشهد، کودکان امید، توی سرگان، انجمن نابینایان، مشهد، کرج. به جمعاً 10705 تا کف به بچه ها داده شده. به من فقط چند تا از این نامه ها رو واسه شما میذارم، اگه ممکنه این زومش بکنین. ببینین، خدایا انسانهای خوب را نگه دار، چون من خیلی شاجودم وقتی که من کیف دفتر دادن، چون فکر میکردن که من بابا ندارم و مامان هم پول ندارد، پس من نباید به مدرسه برم. ولی وقتی به من این چیزها را دادن، دعایشن کردم و خوشحال شدم. خدایا خیلی دوستت دارم که این آدمهای خوب مثل آقای دکتر نادری را متولد کردین. ببینین اینجا هم که ای آقای مهربان، سلام، شما مانند خدا مهربان هستین، چون برای ما کیف و وسایل زیادی از راه دود دارید. دوستون دارم یک کسی که به من این کیف را بخشیده ای، متشکرم، ولی نمیدانم شما خانم هستید یا آقا، ولی هر کس هستید شما دل ما را شاد کرده اید. دست شما درد نکند که ما را خوشحال کرده اید. خلاصه همینی میخواستم بهتون بگم. یک بار دیگر هم شماره خانم امیری رو در تهران میدم، دوستان لطف کنن اگر نیتی دارن برای شفای بیماران خودشون، برای شادی روان درگذشتگان خودشون، اگه مشکلی دارن نیت بکنن به اسم این بچه ها و به آزمایشگاه فارابی در تهران زنگ بزنن که ما بتونیم به کمک هم دیگر برای 20,000 بچه های ایران تجربه شادی و آرزومندی رو به وجود بیاریم. از حالا به بعد خطاب باز، من در مورد مسائل پزشکی صحبت میکنم، وقتتون زیاد دیگه نمیگیرم، ولی اگه میخواید از زبان یک فیلسوف اروپایی بشنوین، اینم آقای ویکتور هیوگو گفته: زندگی ریاضی است، خوبی ها را جمع کنیم، شادی ها را ضرب کنیم، دعوا ها را کم کنیم، درد ها را تقسیم کنیم، قدرت ها را به زیر رادیکال ببریم، عشق ها را به توان برسانیم. امیدواریم با هم عهد ببندیم که دکتر نادری رول مدل ما هم باشه و بتونیم دل یه بچه‌ای رو شاد بکنیم. خب از اینجا به بعد من در مورد این مقدار عمل جراحی باهاتون صحبت میکنم. اگه دلتون میخواد پس تشریف بیارید روی خط، سعی کنین که امروز در مورد مسائل پوستی از من کمتر سوال بکنین، چون من بارها عرض کردم من متخصص پوست نیستم، کار من جراحیه و جراحیایی که انجام میدم بیش از 4 یا 5 تا جراحی انجام نمیدم. یکیش عمل لیپوساکشنه که بیش از 30,000 نایه در عرض 21 سال قبل در آمریکا انجام میدم. اگه خودخواهی یا خودتعریفی از من نباشه، به واقعیتی باشه، من یکی از اولین پزشکایی هست که در آمریکا این عمل رو شروع کردم به انجام دادن و فکر نمی کنم در خود آمریکا بیش از 50 نفر به حد من تجربه داشته باشه. اینم واقعا از روی
خود تعریفی نکردم، برای اینکه تمام مدارک، تمام کار من داره نشون میده به تا اینجا این همه عمل انجام دادم کسی فوت نکرده. 99% اونها تحت بی‌حسی موضعی است و همون روز میرن خونه و از روز فرداش میتونن به کار زندگیشون برگردن و تا اینجا کسی زیر عمل لایف سکشنی که من انجام دادم فوت نکردن یا خونریزی نکردن و خدا را شکر که این سرویس همینطوری ادامه داره. خواستم فقط از شما خواهش کنم که امروز چون دوستان زیادی در مورد لایپوساکشن از من سوال میکنن، خواستم یک مقدار با هم گفتگویی داشته باشیم که برای اونایی که آشنا نیستن بیشتر در این مورد بدونن. سلام بر شما، بفرمایید. الو جانم، بفرمایید. جانم تلویزیونتون رو لطف کنین صداشو بیارید پایین. خانم بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید، صداتون داره پخش میشه. خسته نباشین دکتر گلشایی. متشکرم، بفرمایید. دکتر جان من ازتون تشکر میکنم. شما یه انسانی هستین که به آزادی درون و بیرون رسیدین. زندگیمونو مدیون شما میدونیم. من میدونی کی هستم. من خواهر یوسف هستم که سیدیای گنج حضور چیز پردید شهبازی را برامون فرستادین. خب چقدر خوب، خوشحالم که شما خوشحال شدین و برادرتون خوشحال شدن و امیدوارم که شما و برادرتون یک دکتر نادری دیگه بشین که به دنیا کمک بکنین. دست شما درد نکنم. من دست شما رو از راه دور میبوسم. دکتر جان من یه مشکلی داشتم، مسئله مرگ و زندگیه، میخواستم با تون در میون بذارم. واقعا من ازتون تشکر میکنم چون برادر من 3 سال افسردگی داشتن، الان انسان آزاده شدن، رها شدن و واقعا اینو مدیون شما میدونیم و اینو یاد گرفتی. میگه من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو. سخن رنج مگو، سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو. ببینین اینقدر که ما آو ناله می کنیم، به خدا با آو ناله و با فریاد و با این گریه و زاری اینجا به جایی نمی رسیم. باید از رای شادی و از طریق آبادان کردن جهان خودمون بیایم. سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو. بفرمایید، سخن گنجتون رو بفرمایید. بله دکتر، چجوری من بهتون بگم؟ نمیتونم من بهتون بگم چجوری. میشه شما گوشی رو برداری من اینجوری باهاتون صحبت کنم؟ نه، شما پشت خط بعدن که برنامه تمام شد من با شما صحبت میکنم. سلام بر شما، بفرمایید. علی سلام آقای دکتر گلشایی. جانم بفرمایید. آقای دکتر من یه سوال داشتم راجع به فرد لایپوساکشن از کامیکاز رو میخواستم برای من توضیح بدین. چشم، با کمال میل. چشم، من کانسرن بودم که لایپوساکشن کنم. البته بالای 2 تا سلا کازمتیک سرژن که دیدم به من گفتن که علاوه بر لایپو نیاز به کامیکاک هم دارم، به خاطر اینکه اگر فقط لایپو کنن اکسوسکین میاره. میخواستم در این مورد اگر که لطف کنیم و یه نقدر منو آگاه کنین و اطلاعات به من بدین، ممنون میشم. چشم، گوش میکنم. بسیار خوب. ببینین لایپوساکشن برای برداشتن چاقی های موضعی هست که نسبت به ورزش و رژیم غذایی جواب نمیده. بنابراین این که شما فکر کنین لایپوساکشن برای کسی است که چاقه و چربی هاشون رو برداریم اینا لاغر میشن، نه، همچین تصوری اشتباه است. لایپوساکشن برای فردی است که حتی در شرایط بسیار ایدئالی باشه. اولین مریضی که لایپوساکشن کرده بالرینای رخاص مشهور فرانسوی بوده 50 سال قبل. شما خودتون میتونید تصور بکنید که یک کسی که ساعت روزی 6 ساعت 7 ساعت ورزش میکنه، بدن لاغری داره، چرا لایپوساکشن کرده؟ برای اینکه خیلی اونهایی که در شرایط بسیار خوب هستن یک قسمت چربی های بدنشون نمیتونن از دست بدن، چه از طریق ورزش نمیتونن از دست بدن، چه از طریق رژیم غذایی. از نظر تاریخی من بارها عرض کردم وقتی که کلیمی ها رو در زندان های وحشتناک زمان هیتلر حبس کرده بودن، اونا رو ظلم کرده بودن، به اونا غذا نرسیده بود. وقتی که سربازان آمریکایی و روسی وارد برلین شدن و سایر جاها،
به این بازداشتگاه رو باز کردن، دیدن بسیاری از این بیچاره‌ها که قربانی بودند، اینا به خاطر اینکه غذا به اینا نرسید اصلا فقط استخون بودن و یه پوست، و خانم‌ها حتی سینه‌هاشون پوستشون فقط آویزون بود. حتی شما استخون به راحتی میتونستین زیر یه پوستی که به اندازه یک لایه پیاز نازک شده بود استخونای اونا رو ببینین. ولی بازم دیدن که بعضیا هستن که این چربیای زیر شکمشون هنوز مونده یا چربیای اطراف رانشون مونده. بنابراین لایپوساکشن برای افرادی است که وزن تقریبا ایدئالی دارن، جوونن و ورزش میکنن، رژیم غذایی رو رعایت میکنن، خیلی هم کوشش میکنن، علی رغم این که وزنشون رو کم میکنن میبینن که اونجایی که دلشون میخواد اونجا کم نمیشه. مثلا خیلی خانوما هستن دلشون میخواد که شکمشون رو کوچیک بکنن، میرن واقعا کوششن میکنن، زحمت میکشن، ورزش میکنن، رعایت غذایی میکنن، میبینن وزنشون هم کم میشه، ولی به عوض این که شکمشون یا اطراف رانشون یا اینجاهاشون کوچیک بشه، مثلا سینه هاشون کوچیک شده یا صورتشون لاغر شده. بنابراین برای اینکه اینا روغن نیستن، اینا سلول زنده هستن که بسیار بسیار مقاومن، و وقتی که شما عمل میکنین این سلول های چربی که در میارین، چون چربی ها سلول های چربی زاد ولد نمی کنن، چون اونایی که برداشته شده جاش دیگه بر نمی گرده، بنابراین نتایجش همیشگیست. یعنی اینجور نیست که شما یه چربی رو بردارین دوباره چربی برگرده. تعداد سلولای چربی در انسان ثابته، تقریبا میشه گفت مثل تعداد سلولای مغز انسان هستن، که یک مقدار اگر مغز انسان خونریزی بشه، آدم سکته بکنه، یک مقدار سلولای مغزی انسان در یک ناحیه خراب بشن، دیگه اون عضو بر نمیگرده، اون کار نمیکنه، یک قسمت از بدن انسان فلج میمونه. این اینش. بنابراین لایپوساکشن ایدئالی واسه همچین افرادی است. ولی تامی تاک ایدئالی واسه افرادی است که معمولا خانوما 3 تا 4 تا حاملگی داشتن و چاق هم نیستن به اون صورت، به پوست شکمشون افتاده است، به خاطر اینکه 3 تا 4 تا حاملگی داشتن، این مایچه های شکمشون شل شده و سیگار نمی کشن و فشار خون ندارن و دیگر نمیخوان حامل بشن، تامی تاک ایدئالی واسه اون افراده. بس لایپوساکشن ایدئالی واسه افرادی است که بسیار بسیار خوش اندام هستن و خیلی ها اگه بیان مثلا میخوان انجام بدن، اگه دیگران که به این مسئله آگاهی ندارن اصلا مسخرشون میکنن، میگن که اصلا شما دیوونه هستین دارین این کار انجام بدین. ولی این عمل برای افرادی بسیار ورزشکار بسیار خوش اندام درست شده و تامی تاک هم واسه اون افرادی که 2 تا 3 تا 4 تا حاملگی داشتن، چربی زیاد ندارن و پوست افتاده است و فشار خون ندارن، سیگار نمیکشن و دیگر هم نمیخوان حامل بشن، ایدئالی واسه اوناست. حالا یه عده افراد هستن که بین این دوتا مسئله هستن، نه به اون صورت لاغر هستن و جوونن، حالا یه حاملگی داشتن یا 2 تا حاملگی داشتن، شکمشون چربی در آورده و میاد پیش یکی میگن که شما تامی تاک بکنین، یکی میاد میگن که لایپوساکشن بکنین. اصولا وقتی که دارین تامی تاک میکنین، اگر یه ذره بیش از یک ذره شما لایپوساکشن بکنین، امکان مرگ 2% هست. بنابراین در جامعه آمریکا مخصوصا حالا در بعضی استانها دکتر حق نداره در همون زمان لایپوساکشن بکنه و در همون زمان تامی تاک انجام بده، یعنی برای اینکه 2% در بهترین شرایط اینا فوت میکنن. بنابراین اونایی که تامی تاک احتیاج دارن، اگه آدمایی هستن که شکمشون بزرگه، به چربی هم زیاد داره، صلاح اینی که اول بیان اون قسمتی که حالا من عکس میارم بهتون نشون میدم. بعضی هستن که در یک جلسه شما میتونین فقط لایپوساکشن بکنین. من از اولین پزشکایی هستم که از 1985 خیلی از مریض ها رو که قبلا ما تامی تاک میکردیم، این مریض هایی که این وسط بودن، به اینا میگفتن شما لایپوساکشن انجام بدین. برای اینکه لایپوساکشن به شما کمک میکنه که حداقل 70 تا 80% راضی باشین
و 20% اوقات ناراضی نیستین. ممکنه بیاید بگید که من راضیم ولی دلم میخواد که این شکم یه ذره بیشتر صاف بشه. در اون صورت میشه با یه برش کوچیک مثلا یه مقدار پوست رو برید. ولی مسئله اینه که شما اگه از 100 تا مریضی که قبلا همه رو تامی تاک میکردین و عمل بزرگیه، پرخرجیه و بیشتر مردم فرصتش ندارن، امکاناتش ندارن، از 100 تا مریض که قبلا شما تامی تاک میکردین 80 تا 90 تاشو بیارین با یک عمل ساده که در آب مطب انجام میگیره، تحت بی سی موزه است، مریض همون روز میره خونه و از روز فرداش بیاد سر کارش، خب شما 80 تا 90 تا از 100 تا مریض رو اون عمل بزرگ انجام ندادین، تازه اون 10 تا هم ناراضی نمیشن. و حالا من چند تا عکس نشون میدم که این یه ذره مشخص‌تر باشه که شاید به شما کمک بکنه. ببینین مثلا بعضی مریض ها رو ما صحبت کردیم، گفتیم که شما بیایید مثلا فرض کنیم این مریض رو من میتونستم هم لایپوساکشن بکنم هم تامی تاک. این مریض هم میشد تامی تاک کرد هم لایپوساکشن. ایشون رو من لایپوساکشن کردم. حالا ممکنه 100% اون نتیجهش به اون خوبی نباشه، ولی اگه این مریض شما تامی تاک میکردین نمیتونستین در این واحد این قسمت پایین رو ببرین و اون قسمت بالا رو تمام چربی ها و این اطرافش رو در بیارین. حالا چند تا مثال دیگر هم میزنم که ببینیم که چجوریه. ببینیم مثلا من این مریض رو تصمیم گرفتم لایپوساکشن بکنم، لایپوساکشن بکنم. اگه این مریض رو ما تامی تاک میکردیم و دو جلسه میبایست عمل بکنیم، ولی من این مریض رو گفتم که ببین چون مثلا فشار خون داری یا مثلا مریض قند داری یا کلسترولت بالاست، این عمل تامی تاک واسه شما یک کمی خطرناکه، بهتره تا اونجایی که ما بتونیم این چربی ها رو بکشیم و همون روز میرید خونه، یک کمی سبک میچین، میتونین راه برین، میتونین ورزش بکنین، به این بهتون کمک میکنه. ولی حالا بعد برای اینکه نشون بدیم که واقعا لایپوساکشن بر نمیگرده، من این مریضی که قبل از اینکه حامل بشه من شکم بزرگی داشته اون حالا نشون میدم، این لایپوساکشن کردیم، میبینین که خیلی ها رو ما توصیه میکنیم خانومایی که شکمای بزرگ دارن قبل از حاملگی بیان لایپوساکشن بکنن، برای اینکه اون پوست بهتر جا میگیره و وقتی که حاملگی داشتن شکم پوست زیاد خراب نمیشه، که میبینین بعد از حاملگی شکمشون زیاد بزرگ نشده. حالا یه عده هستن که تامی تاک کردن، مثلا این خانوم ها تامی تاک کردن، ببینین این خانوم ها تامی تاک کردیم برای اینکه این از نظر چیز سالم بوده، ولی قسمت بالا رو باید دوباره به احتمال زیاد لایپوساکشن بکنیم، بعد یه اسکار میگیرین، جای نافتون عوض میشه و مخارجش بیشتره. همینطوری حالا چند تا مثال میزنم که ببینین این مریض رو تامی تاک کردن خودم، ببینین این تامی تاک شده، ولی میبینین واقعا اگه دکتر بیاد تمام این چربی های بالای شکمم در همون زمان بکشه، خب 2% امکان مرگ وجود داره و امکان و خطرات دیگه مثل خونریزی تا این زخم ها خوب جوش نخوره. این مریض رو من دوبار عمل کردم، این بهش گفتم که شما رو ما یک بار میاییم این قسمت رو پایین رو تامی تاک میکنیم که همون روز میرید خونه، این قسمت پایین برداشته شده، بعد 6 هفته بعد بیاین این قسمت بالا رو لایپوساکشن بکنیم، که ایشون قبول کردن و اینم نتیجه کار اینه. خلاصه میخواستم بهتون بگم که بعد این خیلی، یعنی این مریضی که ما داریم عمل میکنیم در تحت بی سی موضعی که خانم بیداره و میبینه اون چاق نیست و این مریض با اینکه چاق نبوده احتیاج به تامی تاک داشته. حالا این مثلا مریض ایدئال واسه تامی تاک فرض این خانومه، ببینین این خانم اصلا چربی نداره و اگه بخواد هیچ چربی نداره، اگه بخواد این عمل انجام بده باید چاره‌ای نیست که جز اینکه تامی تاک بگیره و بعض وقت اینو اسکار به وجود میاد، خط به وجود میاد. یا مریض ایدئال واسه تامی تاک فرض کنین دیگه این مریضه که خیلی افتاده، میتونین بگین که این افتادگی شکم به خاطر چربی زیاد نیست، این مایچه‌هاش خیلی خیلی شل شده و زیر جلد این مریض زیاد چربی نیست، این فقط باید این پوست ها
برداشته بشه. حالا من چند تا مثال هم بهتون میزنم برای اینکه توجه بکنین که شکمای بزرگ نگاه کنین. این مریض با اینکه شکمش بزرگه ولی چربی زیر جلد نداره. این مریض چربی زیر جلد نداره. مقایسه بکنین این دوتا آقا رو، این آقا رو با این آقا مقایسه بکنین، با اینکه این آقا شکمش کوچیک‌تره و به اصطلاح شرایطش بهتره، ولی چربیایی که این آقا زیر جلدش داره بیشتر از چربیایی که این آقا زیر جلدش داره. و در همون رابطه این خانم رو مقایسه کنین با این آقا، می‌بینین که این چربی زیر جلد زیاده، بنابراین اینو میشه لیپوساکشن کرد. نمیدونم انشالله که به سوالات شما جواب داده باشم، ولی اگه دلتون میخواد عکس بفرستین، من نظر خودم رو واسه شما میگم، بعد تصمیم نهایی رو باید شما بگیرین. تا اونجایی که امکان داره من به شما توصیه میکنم که تامیتاک نکنین. نه اینکه تامیتاک عمل بدی باشه، نه، امروز عمل لیپوساکشن خیلی خیلی کمک میکنه که بیش از 90% اوقات اونایی که تامیتاک میکردن دیگه احتیاج ندارن. همینطور هم هست برای سینه های بزرگ که شما احتیاج ندارین برای کوچیک کردن سینه‌های بزرگ بیش از 90% اوقات دیگه احتیاج ندارین عملهای بزرگ انجام بدین. عملهای بزرگ سینه خیلی خیلی بعضی وقتا مکافات داره. با یه عمل ساده همون روز شما سینه‌هاتون میتونین کوچیک بکنین، همون روز میرید خونه، از فرداش سر و کار زندگیتون هستین. بعدن اگه خواستین حامل بشین میتونین حامل بشین، یعنی شیر بدین بچه‌هاتونو. ولی اگه از نظر جراحی بیاید سینه‌هاتونو کوچیک بکنین، صرف نظر از اینکه حالا مخارجش زیاده، اشکالاتش عملا میتونه بیشتر باشه، بچه‌ها رو تو نمیتونین شیر بدین. بنابراین نه اینکه عمل جراحی برای کوچیک کردن سینه بد باشه، نه، ولی دیگه اون صورتی که قبلا هر سینه ای که یک کمی افتاده، هر سینه ای که بزرگ شده باید اینو جراحی بکنیم. از نظر من و خیلی از دوستانی که تجربیات فراوانی دارن میبینن که نه، احتیاجی نیست، با یک کار ساده تر و کم خرج تر و راضی کننده تر میتونین این کار انجام بدین. سلام بر شما، بفرمایید. جانم بفرمایید. جانم بفرمایید. دکتر گلچایی؟ جانم بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام بفرمایید. من سوالی داشتم از حضورتون. من 4 تا حاملگی داشتم. بعد شکمم زیاد چربی نداره. خواستم ببینم که افتادگی شکمم احتیاج به ساکسین داره یا تامیتاک کنم. خب اگه چربی نداریم، همون تستی میکنیم. ببینید این تستی که همین بشکون میگیرین یا نشکون میگیرین، چند بار رو نشون دادم، میبینین که از 1 اینچ، یعنی از 2 سانتی متر کمتر اونی که میگیرین تو دستتون، کمتر از اونه و پوستتون افتاده است و دیگه نمیخواید حامله بشین و سیگاری هم نیستین و مرض قند ندارید، فشار خون ندارین، کلسترول بالا ندارین و مطمئنین دیگه نمیخواید حامله بشین، باید تامیتاک بکنین. آقای دکتر من دیگه نمیخوام حامله بشم، بعد از کشاله های رونم تا زیر شکمم افتادگی خیلی زیاد دارم. خب بس باید بگیم باید چیکار باید بکنم؟ عرض کردم سوال جواب خودتون دارین یا عکستون بفرستین واسه من، ولی اونطوری که شما دارین توصیف میکنین به نظرم شما تامیتاک احتیاج دارین. با یه دکتر خوب خودتون در هر منطقه‌ای که هستین صحبت بکنین و این تصمیم بگیرین و راضی خواهید شد. این تصمیم بگیرین راضی خواهید شد. سلام بفرمایید. الو بفرمایید. الو جانم بفرمایید. دکتر گوشایی مخصوص. جانم صداتون داره پخش میشه. بفرمین. الو بفرمین. میخواستم برای این کرمای مال صورت. بله. این برای آقایی هم فقط برای خانم هست. اگه منو به صورت یک مرد قبول دارین انشاءالله که باشم، ولی من حالا بیش از 10 سال این کار دارم انجام میدم. اگه پرهام عزیز صورت رو منو بیارن نزدیکتر، همه من میگن تو فیس لفت انجام دادی یا چی کاری روی صورتت انجام دادی. خانم من میبینن، بچه ها میبینن، پوستاشون لطیف خوب،
و این برای آقایون نه تنها بیشتر از خانوما لازم هست، برای اینکه آقایون مقاومت میکنن، آقایون خیال میکنن که مثلا یه جوری دیگه هستن، نه، همه ما انسان هستیم و دندون داریم مثل خانوما و حرف میزنیم و پوست شما احتیاج داره، شما به همون علتی که دندونتون مسواک میزنین، فلاس میزنین، پوستونم باید نگهداری بکنین. متاسفانه بیشتر آقایون با اینکه بیرون کار میکنن باید بیشتر مواظبت بکنن، صورت خودشون رو کمتر مواظبت میکنن، اینو دون شأن خودشون میدونن، در حالی که وقتی که شما از خودتون مواظبت بکنین، شما از خودتون سوال بکنین، لاستیک ماشینتون اینقدر مواظبت میکنین ولی پوست صورتتون اینقدر نگهداری نمیکنین، هر هفته یک ساعت میمونین ماشینتون اینطوری اونطوری میشورین ولی مثلا ورزش به اندازه کافی نمیکنین. اینه که حتما آقایون احتیاج دارن و احتیاجشون هم بیشتر، مخصوصا اونایی که بیرون کار میکنن، رانندگی میکنن، در جایی هست که باد صورت چین زیاد میخوره، آفتاب زیاد میخوره، باید مواظبت بکنین. این واقعا من بعضی وقت فکر میکنم که اگه این سلولای بدن ما زبون داشتن، که زبون دارن با ما صحبت میکنن ولی ما خیلی از اوقات اونا رو نمیشنویم و من یکی از اونا هستم، تا اینکه واقعا دو سال نیم قبل یک بار سکته قلبی کردم و بعد فهمیدم بابا این قلب من داره مدت‌ها به من داره صحبت میکنه، چجوری دیگه به من بگه. مولانا یک در مثنوی معنوی یک جایی هست میگه که یک آقایی با خونش صحبت میکرد که تو اگه میخوای بریزی سقفت بریزه به من باید بگی، خونه و اون آقا صابخونه قول میده، بعد یه وقت صابخونه میاد میبینه که خونه ریخته، به خونش میگه که تو قرار بود به من بگی، خونه بهش جواب میده عزیز من اونجا سوراخ شده بود، من بهت گفتم، اونجا اون چکه میداد و من بهت گفتم، من دیگه با چه زبانی بهت بگم که تو مواظبت نکردی. حالا خب معلومه که من دیگه قول خودم رعایت کردم. به هر حال سلام بر شما، بفرمایید. الو، سلام آقای دکتر. جانم خسته نباشید. شکرم. من میخواستم از شما بپرسم که برای عمل دور چشم، برای اینکه اصلا پلک افتادگی داره، چه نکاتی رو ما باید رعایت بکنیم؟ یکی دیگه هم این که خیلی از دکتر رو من میشنم تو تلویزیون میگن این کرم گلیکولیک اسید نباید بیشتر از 8 هفته زده بشه، چون پوستتون نازک میشه، رگاتون هم پیدا میشه. اون دکتری که بله، اون آقایی که حالا هر کس هست، خواهش میکنم اسم نیاریم، ولی باورم کنیم به شرافت انسانیم این دارم قسم میخورم، با چند تا دکترای پوست صحبت کردم، با پروفسورها صحبت کردم، اون کسی که حرف زده دروغ گفته و شما رو گمراه کرده. باید شما ببینید ما وقتی که داریم با حرف میزنیم باید بیاییم یک مقاله نشون بدیم، با 50 تا دکتر صحبت بکنیم. دقیقاً برعکس، گلیکولیک اسید باعث کلفت شدن پوست میشه، باعث کلفت شدن در میشه. هر کس در هر جای دنیا این حرف منو شنید و یک مقاله فقط بیاره، یک جایی از یه جایی بیاره، مقاله علمی که نه قضاوت من هست، نه قضاوت اون دکتر، نه قضاوت شما، دبل بلایند استادی شده، بگین آقا گلیکولیک اسید یا ریتینه باعث نازکی پوست میشه و باید فقط 6 هفته 8 هفته زد، اگه یک نفر یک مقاله بیاره، من میام اینجا از همه شما معذرت میخوام، من اینجا نیومدم به شما کرم بفروشم یا اصلا علاقمندم نیستم، از شما خواهش کردم در مورد پوست با من صحبت نکنین، ولی دارم بهتون میگم جامعه علمی بارها 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 اومده گفته که یا باید گلیکولیک اسید بزنین یا رتینه، یه اسیدی باید روی صورتتون بزنین، یک ضد آفتاب باید بزنین، یک مرطوب کننده، این حداقل کاری است که واسه پوست خودتون باید انجام بدین. شما از اون فرد بگین که شما این حرف میزنین از کجا گفتین، همینطوری بگین من تجربه دارم این حرف درست نیست، من نمیتونم بگم من این تجربه دارم، بیاید نه میگم که ما باید روی یک موازینی با هم صحبت بکنیم. خب برنامه من تمام شد، دوستانی که علاقه مندن روی خط بمونن، در خدمتشون خواهم بود و به من گفتن خداحافظی بکنیم دیگه. من فقط یک بار دیگه شماره تلفن خانم امیری رو پرام جان بذارین، اونایی که دلشون میخواد
یه بچه ای رو خوشحال بکنن در مهر ماه آینده، یک کیف بدن به بچه ها، یک کیف، فقط یک کیف، و واقعا جای دوری نمیره. یه نیتی بکنین، همین نیت شما یه بچه ای رو خوشحال بکنه، یه خانواده ای رو خوشحال بکنه، یه ذره دنیا رو ما بهترش کردیم. خداحافظ شما، شما رو به خدای درون شما میسپرم و پشت خط با شما بیننده های عزیز صحبت میکنم. پرهام عزیز بسیار ممنونم.